با سلام به بینندگان عزیز، به تماشای برنامه خط آتش نشسته اید. من علی جوادی از حزب کمونیست کارگری ایران هستم. با درود، من فؤاد پاشایی هستم از حزب مشروطه ایران. خط آتش یک برنامه سیاسی است، برنامه برای رو در رو قرار دادن نقطه نظرات چپ و راست در جامعه جهت انتخاب آگاهانه و مطلعانه نو و نظام حکومتی آتی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. در این برنامه شما جدل نقطه نظرات را مشاهده خواهید کرد، جدلی متمدنانه با فرهنگ نمونه و گوشه ای از آنچه باید در یک جامعه متمدن که حقوق همگی شهروندان به رسمیت شناخته شده است، آزادی بیان بدون قید و شرط است، برقرار شود. در این برنامه به مسئله ازدواج سفید میپردازیم، ازدواج سفید در مقابل ازدواج سنتی، در مقابل ازدواج مذهبی، در مقابل ازدواج رایج در جامعه، پدیده نو که جوانان در جامعه برای رودررویی و یا زیر پا گذاشتن سنت موجود در جامعه در قبال ازدواج زندگی مشترک با آن روی آوردند. خبرگزاری ها از ازدواج و ازدواج سفید و گسترش این نوع ازدواج صحبت میکنند. جمهوری اسلامی، اوباش حاکم بر جامعه نیز بسیج شدند تا از سنت، از مذهب و از کثافت اسلام دفاع کنند. در رابطه با جوانب مختلف ازدواج سفید و اینکه چرا این پدیده مورد بررسی باید قرار بگیرد، اهمیت آن چیست، در این برنامه به آن میپردازیم و نقطه نظرات ما را مشاهده خواهید کرد. آیه پاشایی، ازدواج سفید، آیه شما به دنبال ازدواج سفیدین؟ حالا سن ما که گذشته، ولی من از این میترسم که اگر ما هم در جمهوری اسلامی زندگی میکردیم و این فشارهای جمهوری اسلامی رو نسل جوان ایران میاره و تمام دریچه ها رو برای تنفس به اونها میبنده و راه رو برای هیچ نوع ابراز حقیقت آشنایی دوستی باز نمیگذاره، طبیعتا راه جدید راهی که هست پیش نمیومد. جمهوری اسلامی چیزی که بهش دقت نمیکنه یا دقت میکنه و برایش اهمیت نداره، که نمیشود جلوی پیشرفت زمان رو گرفت، جلوی نسل جوان رو برای خواسته هاشون برای زندگی بهتر و زندگی آزادتر و زندگی دموکراتیک گرفت. دیگه زمان این گذشته است که به حساب پدری برود برای پسرش زن بگیره، بیاد من براتون گرفتم تو اینه. نسل جوان میخواد خودش همسر آیندهش رو، چه مرد چه زن رو، بشناسه، باش آشنا بشه، به فرصت گفتگو باش داشته باشه، فرصت تبادل نظر باش داشته باشه، فرصت برخورد باش داشته باشه، ببینید برای زندگی چی میخواد انتخاب کنه. و شما نمیتونید جوری این حرکت امروزی رو بگیرید، بکنید به حساب رسم نیست که من فکر کنم به زندگی بهتر کمک میکنه، به بقای بیشتر کمک میکنه، به بقای بیشتر زندگی ها کمک میکنه. تازه وقتی آدم ها همدیگر به خوبی میشناسند و که اینقدر روان انسانی پیچیده است که باز به مشکل برمیخورن، وای به حالی که نشود. به خصوص که شما وقتی این خواسته ها رو بخواید در چهارچوب قالب بندی شده و به حساب عقب مانده 1400 سال پیش نگه دارین، وقتی که بخواید به حساب این عواطف انسانی رو به زور مهارش کنین، به زور به حساب شکل دیگه‌ای بهش بدین، فرم دیگری بهش بدین، اینا وقت من همه اینا باعث میشه که جامعه به اون سویی که خودش احساس میکنه درسته و راه تنها راهی که دهید، نه که درسته، تنها راههایی که براشون میمونه رو به حساب دنبالش برن. چیزی که امروز در ایران به عنوان ازدواج سفید معروف شده است دلایل ممتد داره، ولی تنها کسی که در این به حساب این اتفاق و این پیش آمد چه درست چه غلط مقصر نیست، نسل جوان است و تنها کسی که مقصر است حکومتی است که این تمام راههای تنفس رو به این نسل جوان میبنده و تنها راهی که برای نسل جواب باز میده که خودشون برای خودشون یک راهی انتخاب کنن. من فکر کنم که بیشتر باید به این بپردازیم. من فکر میکنم که مسئله مناسبات زن و مرد در جامعه یا مناسبات عاطفی افراد بالغ در جامعه یکی از مسائل حیاتی اجتماعی دوران معاصر هستش و مقوله ازدواج سفید در این چارچوب معنی میده و میگنجه و به نظرم به مثابه یکی از مسائل پیشرو و مسائلی که نسل معاصر، نسل جوان تونسته در پی کنکاش خودش برای اینکه صاحب سرنوشت خودش بشه، برای اینکه از مناسبات کثیف مذهبی در خصوصی ترین رابطه افراد
به اصطلاح گسل پیدا کنه و خود مناسباتش رو قطع کنه و این مناسبات رو زیر پا بذاره، در رابطه با مسئله خانواده، زندگی مشترک، ازدواج هست. اون چیزی که به نام ازدواج سفید نام گرفته و در رسانه ها منعکس شده و صحبت از گسترش دامنه و ابعاد این نوع زندگی مشترک هست، اجازه بدین شاید یه مختصری صحبت کنیم بعد به ویژگی ها و جوانبش میپردازیم. این هستش که دختر و پسر، زن و مرد، افراد بالغ تصمیم میگیرن با هم زندگی بکنن بدون اینکه آخوند رو وارد بکنن، بدون اینکه مذهب رو وارد بکنن، بدون اینکه سنت های عقب مانده و ارتجایی جامعه در قبال زندگی مشترک، زندگی عاطفی و یا خانواده و یا ازدواج رو بخوان وارد بکنن. نمونه هایی که معمولا توی رسانه ها گزارش شده این هستش که دختر و پسر جوانی، زن و مردی با هم تصمیم میگیرن زندگی بکنن، تصمیم میگیرن که مخارج زندگی مشترک رو از درآمد مشترک بر تأمین بکنن، هر کدوم به اندازه توانشون در رفع نیازمندی های زندگی تلاش بکنن و زندگی رو به دور از جهیزیه، به دور از شیربها، بدون از مهریه، بدون از خطبه عقد و اون سنت و قرارداد عمیقا ارتجایی اسلامی بتونن توافقی رو مشترکن بر مبنای عاطفه، نه بر مبنای اجبار، نه بر مبنای به اصطلاح معاملگری در مناسبات انسان‌ها، نه اینکه بر فرض اگر دختر فلان خانواده گرفته بشه یا پسر فلان خانواده گرفته بشه اینها میتونن به یک نون و نوای بیشتری برسن، صرفاً بر مبنای عشق و علاقه زندگی مشترک رو پایگذاری بکنن. و این به نظرم یک پیشرفت، یک دستاورد جامعه امروزی هست. و اگر در ایران و اگر نگاه بکنیم به جامعه بشری مثلا در اروپا، در کشورهای پیشرفته، می‌بینیم که هرچه بیشتر خانواده سنتی، ازدواج سنتی و مناسبات مشترک سنتی جای خودش رو داره میده به مناسبات نوین، مناسبات انسانی، مناسباتی که تنها و تنها عشق و علاقه و عاطفه و توافق دو انسان میتونه مبناش باشه، نه پول، نه معامله‌گری و نه مناسبات به اصطلاح مالکیت و غیره. و این یک پدیده نوینیه که در جامعه ایران مشاهده میکنیم، پدیده نوعی نوپاییه و به نظرم باید به استقبالش رفت، همگانیش کرد و یک تجدید حیاتیه و در این حال یک لگد بزرگ، یه نه بزرگ به سنت اسلامی هست که بعداً در بخشای بعد به نقد این سنت میپردازیم. دقیقا باید نگاه کنیم ببینیم که چرا جوانها به این مسیر رو میارن. من به معتقدم یکی از بزرگترین مشکلاتش مسئله مالیه. وقتی جوانی احساس میکنه که در جامعه با کاری که انجام میده نمیتونه اون درآمدی رو داشته باشه که زندگی خودش رو اداره کنه، مجبور حتما نه به دلیل عاطفی، به دلیل نیاز مالی یک شریک بگیره. حالا بعضی وقتا این شریک شاید پسر با پسر رومت بشه یا دختر با دختر رومت بشه، ولی خب طبیعتا در اون جامعه خیلی هم طبیعی زن و مرد با هم رومت بشن، نیاز که میتونن مثلا با ریختن پولشون رو هم دیگه بلکه یک زندگی کوچکی رو با هم بگذرونن. الزاما خیلی از اینها زندگی های مرفه نخواهد بود و این مشکلات مادی، ولی در برابر این چه چیزی وجود داره در جامعه؟ در برابر این آخوندهای مرتجع یک چیزی رو به اسم صیغه که برقیده من یکی از زشت‌ترین، زننده‌ترین، ناپاک‌ترین، ناسالم‌ترین و فاسدانه‌ترین عنوانی است که به حساب مذهب میتونه با خودش یدک بکشه و خودش رو مذهب رو که قرار بود از یه روزی راه نما باشه در مسیر بهتر شدن جامعه تبدیلش کنن به واسطه سکس، به همون چیزی که به دقیقه در دنیای غربش میگن دلالی سکس. یعنی آخوندی بنشینه اونجا و با وقاحت و با بیشرمی از یک مردی بپرسه که تو چند ساعت میخوای زن رو برداری ببری و بعد پسش بیاری. من فکر کردم شما در محله های بدنام بعضی از شهرها کسی رو ببینید که دست به چنین کاری بزنه، یعنی رسما قبل از هر اتفاقی که به نظر مرد میفته بپرسه که آقا
شما یه خانم رو برای چند ساعت میخواییم؟ برای 2 ساعت میخواییم؟ برای 4 ساعت میخواییم؟ برای 5 ساعت میخواییم؟ برای 10 ساعت؟ حالا فرض کن که اصلا یک چند تا لغت عربی شکسته به کسی با معنا یا بی معنا پشت و عقب یا جلوش بخونه اصلا. واقعا من فکر نکنم خوندن اون چند تا لغت عربی این عمل رو تبدیل به یک عمل پاکی بکنه. این همون عملی است که در بسیاری از خیابان‌های اروپا، در بسیاری از خیابان‌هایی که عمل به حساب فحشاگری انجام میشه در آمریکا، به حساب کسانی که بهشون میگن واسطه، در واسطه این کار فحشا اونا انجام میدن و دقیقا همون فحشات برقید مسیقه. چون شما وقتی در میبینید در بعضی از کسانی که به حساب فحشا وجود داره همین کاری میکنن. میره یک کسی میره پیش خانمی، بیا من فلان قد به تو پول میدم، بیام تو اتاق تو باشم، مثلا برای یه ساعتم برم. حالا چه فرق میکنه که این کار رو شما در کنار خیابان بکنید یا یه آخوندی اونجا با ریش و عمامه و تسبیح از شما یه 500 تومن پول بگیره بده تو جیبش، شبم که میره خونه بگه آقا یا خود شما کارتون چیه؟ بنده کارم اینه که دلالی میکنم، خانم‌ها رو باقیمون وصل میکنم، پولش رو میگیرم میذارم جیبم، فقط یه عربی میخوام به جای فارسی که میگه میخوای، اون میگه میخوای، یه لغت عربی من استفاده میکنم. این به حساب مجاز میکنه، به حساب درست میکنه، پاک میکنه، منزه میکنه. متاسفانه مذهب در بسیاری جای دیگه هم همین است، نگاه به عمق موضوع نمیکنه، نگاه به اتفاقی که پشت اون در میفته نمیکنه، نگاه به همین میکنه که این آقای آخوند این پول گرفته گفتار شما برید تو اتاق دیگه، از اون برش که با آخونده رب نداره. بعد این زن بدبخت میشه، نمیشه باردار میشه، نمیشه بچه دستش میمونه، نمیمونه، نمیدونم. حالا فرض مثلا شما فرض محال که مثلا شما 4 تا قانون دیگه در این مورد بدید، چیزی در اصل عوض نمیکنه. بعد جالب است که این جماعت، این آدم ها بعدن به یک دختر پسری که به میل و رغبت خودشون، با عشق و علاقه خودشون، با اتباع خاصه باطنی خودشون، هر دو تصمیم میگیرن یک زندگی رو شروع بکنن و هر دو تصمیم میگیرن که در اون زندگی هر کدومشون به سهم خودشون به حساب بار اون زندگی رو بکشن. نه اینکه به حساب مرد زن رو بخره، نه اینکه زن خودش رو به مرد بفروشه، بلکه هر دوی اونها به عنوان شرکای یک زندگی مشترک دست‌هاشون در دست هم می‌ذارن و با توانی که دارن کار می‌کنن و هر کدومشون گوشی از هزینه‌های اون زندگی رو تأمین می‌کنن. این رو آخوند میگه بده، ولی اگر 2 ساعت بعدش، 5 ساعت بعدش همون زن یا همون مرد به این آخوند مراجعه کنه و اون آخوند دلالی وسط بگیره، یه پولی وسط بگیره و یه مرد و زنی رو که اصلا به هم به حساب ارتباط عاطفی و احساسی ندارن به هم به صد دست رو دست هم گیرن بکنه تو اتاق، وقتی کار به حساب هم مجاز است، هم منزه است، هم پاک است، هم درست است، هم شرعی است، هم قانونی است و و و و و واقعا باعث تاسفه که جامعه تا به این حد نزول کنه. بقیده من چند تا نکته رو می‌خواستم بگم. ببینید، به نظر من اگر به مسئله خانواده در سنت، در اسلام به خصوص و به طور مشخص، حالا میپردازم به خانواده در جامعه سرمایه‌داری و ویژگی‌هاش، به خانواده در سنت اسلام که نگاه میکنید، زن در خانواده اسلامی یا بر مبنای سنت اسلامی یک انسان صاحب اختیار نیست، یک انسانی نیست که دارای عواطف، احساسات، نیازها و تعلقات و روحیات متمعینی هست، یک کالاست، یک جنسه که خریداری میشه و مایملکی داره به نام مرد. در سنت کثیف اسلامی رابطه زن و مرد و ازدواج زن و مرد و خطبه‌ای که به اصطلاح قرائت میشه، خونده میشه، در حقیقت سند بردگی زن به مرد، سند فروش زن به مرد، و مرد در اینجا صاحب زن میشه و زن میشه مایملک مرد. این جوهر وجود به اصطلاح مناسبات حاکم بر خانواده در سنت مذهبی هستش. به همین اعتبار هستش که میگن زن رو میتونید بزنید، از سران اسلام گرفته، از علی و محمد گرفته تا تمام وحوش اسلامی که امروز بر جامعه ایران حاکم هستند، یا بر فرض داعش، پسرعموهای حکومت اسلامی، رژیم اسلامی در عراق و غیره، که زن رو به فروش میرسونن. در حقیقت همین مناسبات رو دارن بیان میکنن، زن مایملک یک مرد قلمداد میشه با خطبه عقد که در قبال مهریه معلومی، در قبال کالاهای معینی این معاوضه صورت میگیره و این کالا به تصاحب مرد در میاد
و مرد میشه صاحب این کالا، میتونه یک حجاب کثیف رو بر سرش بکنه، توی پستو نگهش داره، بر مقدرات و بر زندگیش حاکم بشه و به اصطلاح ادبش بکنه. اگر باهاش آمیزش نکرد، نخواست، مجازاتش بکنه، تنبیهش بکنه، و هر زمانی که این مرد کثیف اسلامی و غیره طلب بکنه، باید آماده رفع نیازهای جنسی به اصطلاح و سکسی این مرد باشه. این یک کالاست، یک موجود بی اختیاره، یک موجود ضعیف و زبون شده است، و این حرکتیه که سنت کثیف اسلامی در رأس سنت‌های سایر سنت‌های مذهبی تو جامعه سعی می‌کنه تحمیل بکنه. داعش رو ببینید، حکومت اسلامی رو ببینید، رژیم اسلامی رو ببینید، خطبه عقد رو ببینید، خطبه صیغه رو ببینید و غیره، و تماماً اینو میرسونه. میتونید زن رو بزنید در سنت کثیف اسلامی، البته گفتم بعد طوری بزنید که در درجه اول صورتش به اصطلاح زیباییش صدمه نبینه، از صورت به پایین بزنید. محمد گفته که با ملاطفت بیشتری بزنید، علی گفته میتونید اشکال متفاوت زدن رو به اصطلاح انجام بدید، و این پدیده کثیفی هستش که سنت اسلامی هست. و بیدلیل نیست که نسل جوان امروزی که در دنیای امروز زندگی میکنه، آینده رو طلب میکنه، حق و سهم خودش رو از زندگی میخواد، چه زن، چه مرد، چه پسر، چه دختر، این سنت رو بخواد زیر پا بذاره. و شاید دیر شده بود که ما شاهد پدیده و حرکت و نوینی در جامعه باشیم که این حرکت رو به این سنت کثیف ازدواج مذهبی رو زیر پا میذاره و میگه نه به خطبه عقد، نه به کالا بودن زن، نه به نابرابر بودن زن و مرد در ازدواج، نه به تمامی مقررات کثیف اسلامی دور ریختن همشون، و ازدواج سفید اون اسم و یا اون سنتی هستش که در پیشروترین جوامع میبینیم. این مسئله به نظرم ازدواج سفید نه از سر اجبار مالی، که بعضا اجبار مالی به نظرم وجود داره، همواره هر دو نفر بهتر میتونن نیازمندی های اقتصادی یک زندگی رو حل بکنن، بلکه از سر در این حال مقابله با سنت کثیف و عقب مانده و ارتجایی اسلام در مناسبات هست که صورت میگیره، و یک نقد عمیق به اینکه زن مایملک و کالای مرد نیست، زن انسانه، برابر، صاحب اختیار، صاحب شعور، دارای عواطف، دارای نیازمندی های هست که برابر با مرد و هر انسانی باید به رسمیت شناخته بشه. شما آقا جاودی از داعش و مسئله به حساب فروش زنان صحبت کردین، یادم نره که به حساب کنیز در اسلام یک چیز بسیار نرمال، معقول، حتی در قوانینی که به حساب در قرآن هست برای زن مسلمان و برای زن کنیز فرق میکنه. یعنی زن مسلمان صاحب یک اعتبار دیگری است، زن دیگری که شما از یک قوم دیگری به جنگ میگیرینشون دیگه کنیز شما میشه، میتونید بفروشینش. به همین دلیل شما نکن بعد این همه که به حساب داعش یا بوکو حرام دختران دیگر رو میدزدن و میبرن و میفروشن و در بازار برده فروشی که درست میکنن، یک دونه از این حجج اسلام، آیات اعظام، از همین حرفا که به خودشون میدن، وقتی اسمشون میخوان بکشن دو کیلو اسم دنبال خودشون میکشن، جرأت نکرده بگه آقا این کار ضد اسلامی است، شما حق نداریم به نام مذهب، به نام اسلام زنی رو از خانوادهش بگیرین، چه در جنگ چه در غیر جنگ، بعد این رو بفروشینش. یک دونه از اینا جرأت نکرده این کار رو بکنن، این حرفا بزنن به داعش یا به کسی دیگه، بگه آقا شما حق ندارید دختران و زنان مردم رو بفروشید و بگید کار اسلامیه، چون میدونن که بلافاصله نوشته هاش میاد، روایت هاش میاد، قرآنش میاد که آقا زن کنید اینجوری، زن مسلمان اینجوری. این یه سنتی که در اسلام بوده، سالیان سال به حساب نهفته بوده، دو مرتبه با این خیزش جدید اسلامی تمام قوانینی که به حساب در قرون وسطا داشت به حساب اجرا میشد و بعد در دنیای مدرن داشت به میرفت، داشت برمیاد به صحنه، زن رو میگیرن، زن رو میفروشن، چون همیشه اسلام به زن به چشم یک کالا نگاه کرده، مش خودتون فرمودین به چشم یک به حساب یک وسیله لذت رانی مرد نگاه کرده و به عنوان یک وسیله فروش و به حساب درآمد مالی نگاه کرده، و باعث شرم انسان وقتی در بسیار از این مطبوعات میخونه یا در سایت های اینترنتی که شیخ های از مناطق خلیج فارس سفر میکنن به سرزمین هایی که طریق داعش اشغال شده و در اونجا بازارهایی هست که دختران 7 8 9 ساله رو میفروشن و میخرن، و این عمل واقعا میشه گفت حیوانی رو شما در هیچ مذهب دیگه‌ای در قرن جدید نمی‌بینید. حالا من کار ندارم، شاید
در مثلا مسیحیت یا در کلمیت 1400 سال پیش 2500 سال پیش بوده، دیگر شما در دنیای امروز چنین اعمالی رو از هیچ مذهب دیگری جز اسلام نمیبینید متاسفانه. و من فکر کنم اون کسانی که معتقدم، من که خب به چندان اعتقادی به دین ندارم، ولی اون کسانی که فکر میکنن به دین معتقدن و دین پاکیزه از این حرفا، وظیفه اونهاست در برابر مطالب بیستن و در برابر مطالب قیام کنن. من چون اشاره فرمودیم به مسئله به حساب ازدواج سفید و خطبه عقد که میکنن، من در خارج از کشور در جای کسی من چندین خب به حساب مراسم عقد رفتم که خطبه های عقد رو به حساب یا اون خطبه که چرخ کنم، اون خواستن زن و مرد رو برای زندگی با هم دیگه به فارسی به زبان شیرین فارسی به حساب گفته میشه با یک به حساب آرزویی که اینا در آینده در کنار هم باشن. کسی از کسی برتر نیست، مرد موظف نیست به خاطر اینکه زن رو به خونه بره و بغلش به حساب در آغوشش میخوابه حتما یک خودش رو متحد بکنه که باید پولی بهش بده و این حالا یا مؤدبانه یا غیر مؤدبانه به هر طریق اینو معامله کنه و بخره و روزی که زن خواست از خونش بره بیرون بیا تو مثلا نمیدونم فلان با من باید مثلا فلان قد به من درآمد تو من بدی یا من مثلا تو بغل تو خوابیدم. زن و مرد با هم زندگی رو میسازن با در دنیای مدرن با هم به حساب از شروع میکنن. روزی هم که به هر دلیل تصمیم گرفتن که از هم جدا بشن، نگاه میکنن ببینن که آقا در این مدت که با هم بودن چقدر به حساب امکانات مالیشون بهتر شده، این امکانات مالی بره هر دو رو تقسیم میشه چون هر جفتشون با هم برابرن. کسی در اختیار کسی نبوده یا کسی رهبر یا سرور یا تاج سر کسی نبوده که بهش ببخشه بهش ارفاق کنه بهش پول بهش بده که آقا به خاطر کاری که بود کردم. من فکر کنم که جوانای امروز ایران همین مسیر رو پیش گرفتن، مسیری که زن و مرد با هم برابرن، مرد و زن با هم زندگی رو میسازن با هم زندگی میکنن. مهم این است که دلشون و خواستشون و واقعا احساسشون به همدیگه باشه و غیر هیچ چیزی از اون قوی تر نیست. هیچ در دنیای مدرن همین ثابت شده است. هیچ قانونی برتر از قانون احساس انسانی نیست. شما تا روزی که دلتون و احساستون با یه نفر هست باش زندگی میکنید، بودم که نبود حتی اگر به حساب ازدواج رسمی هم باشیم یا خب طلاق میگیرن. در ایرانی هم که اون مهریه سنگین رو میذارن و مرد رو موظف میکنن، بازم اونجا وقتی به حساب زندگی به هم میخوره یا با هم میخوره، چه بهتر است که آدم ها با عشق و علاقه با هم زندگی کنن، به عشق با هم دیگه به پیوند بخورن. و این زندگی است که جوانان امروز من میبینم که به حساب پذیرفتن، قبول کردن و احساس میکنن که دیگه کسی نه به جای اونها تصمیم بگیره، این خودشون هستن که زندگی خودشون تعیین میکنن. و من فکر کنم زندگی درست آینده این است خود انسان برای خودش تصمیم بگیره. یکی از مسائل زشتی که در ازدواج سنتی در ازدواج اسلامی وجود داره پدیده جهیزیه، پدیده مهریه و شیربها است که وقتی که نگاه میکنیم به کنه این مطلب در این مسئله میبینیم که یک معامله‌ای داره صورت میگیره، معامله‌ای که در قبالش زن خودش رو متکلف میکنه به مرد، به همسر به اصطلاح، که نیازمندی های جنسیش رو در قبال مقدار پولی که گرفته یا در قبال مهریه‌ای که بهش داده میشه یا بهش تعهد سپرده میشه به اصطلاح خودش قرار بده. و این مسئله یعنی مسئله این که زن عنوان یک کالا به مثابه یک ابزار در اختیار مرد قرار میگیره، چیزی جز فحشای رسمیت یافته نیست. شاید رسم نباشه که در به اصطلاح مناسبات موجود جاری در جامعه به این نوع مسئله ازدواج بگن فحشا، ولی فحشای رسمیت یافته است. فحشایی که به این اعتبار که به جای اینکه هر روز یا هر نوبتی در خیابان یا در هتل یا در مکانی این اتفاق صورت بگیره و مدت معلوم و معینی داشته باشه غیره، داره در دراز مدت‌تر صورت میگیره و تفاوت فقط در طول زمان هست. و اون خطبه کثیف صیغه که خونده میشه در قبال مبلغ معلوم برای مدت معلوم، در حقیقت در ازدواج رسمی بر مبنای سنت کثیف اسلامی مدت دراز مدت‌تر به اصطلاح شاید تا پایان عمر و مبلغ معینی و بیشتری که مهریه و جهیزیه و شیربها و غیره و اینا هست. و این چیزی جز فحشا نیست. بخوایم نخوایم، خوشمون بیاد بدمون بیاد، درسته که اون کراهت رو نداره
که هر روز صورت بگیره، اما جوهرش چیزی متفاوت از اون نیست. و وقتی که میبینیم آخوندهای کثیف رو که در به اصطلاح یوتیوب برنامه میذارن و صحبت از این میکنن که حتی اگر به قول پیامبر اسلام در بالای شتر مرد به اصطلاح طلب آمیزش جنسی کرد، زن موظف به انجامش است. البته یادشون هست که الان شتر زیاد نیست تو خیابونای تهران و مشهد و غیره. ماشینایی که تو خیابونا هستش اسم میبرن، میگن باید زن تقبل بکنه، قبول بکنه و تمکین بکنه. و این اون جوهر کثیف پدیده هستش که به نظرم ازدواج سفید، توافق مشترک بر مبنای عاطفه و علاقه و عشق، و فقط و فقط عشق و علاقه و عاطفه هست که داره زیر پا میذاره، لگد میزنه به این سنت، میگه نمیخوام، قبول نمیکنم. و برای همین است که عکس العمل فرماندهان سپاه رو میبینیم، عکس العمل بسیج رو میبینیم، اوباش اسلامی رو میبینیم که میخوان به جون جامعه بیفتن و از این سنت دفاع کنن. معمولا میگن اسلام چند تا ستون داره، یکیش نمازه، یکیش هم مثل اینکه نوع خانواده و ازدواج اسلامی و غیره هست. این ستون ها داره تک تک نه تنها فرو میریزه، بلکه با ضربات سنگینی داره به زیر کشیده میشه که فرو ریزه. من فکر میکنم این زمینه یک عرصه مهم اجتماعی در جامعه است. باید شاهد این باشیم که مردم جامعه اعلام کنن ما ازدواج سنتی رو به دور میندازیم، قبول نمیکنیم تعهدات خفت‌آور و ننگینی رو که ازدواج اسلامی و ازدواج خانواده معاصر و سنتی به ما تحمیل میکنه، بلکه اگر ازدواج مشترک، زندگی مشترک، ازدواج سفید با هم بودن هستش بر مبنای توافق دو طرف، دو انسان بالغ که به دو سن بلوغ اجتماعی در جامعه رسیدن و به رسمیت یافته شده، به اصطلاح کافی هست و همین هست. پدر و مادر توصیه، دخالت یک بحثه، اما نمیتونن تعیین تکلیف برای فرزندان بکنن، نمیتونن به اصطلاح اعمال قدرت بکنن و مانع بشن. به این اعتبار هر نوع فشاری از جانب خانواده، از جانب اولیا، از جانب هر کسی در تعیین پارتنر و یا شریک زندگی مشترک باید جلوگیری بشه. تنها و تنها افراد مذکور که با هم توافقی رو به اصطلاح بر مبنای عشق و علاقه دارن دنبال میکنن میتونن تعیین کننده باشن. و به حقیقت باید اگر فردا زمانی که ما در قدرت باشیم، زمانی که جمهوری اسلامی به زیر کشیده باشه، یکی از اتفاقاتی که باید صورت بگیره اونم این هستش که پاک کردن هر گونه سنت مذهبی از قوانین ازدواج و به رسمیت شناخته شدن و یا به رسمیت یافتن ازدواج در جامعه هست. در برای ثبت ازدواج، برای ثبت زندگی مشترک، اگر کسی مایل باشه زندگی مشترکش رو به ثبت برسونه، تنها و تنها امضا و توافق طرفین هست. هیچ گونه مراسم سنتی اسلامی و یا هر مراسم سنتی دیگه‌ای نباید از طرف دولت مجاز شمرده بشه که در دفاتر رسمی تعیین بشه. باید ممنوعیت شیربها، جهیزیه، مهریه در توافقاتی که به نام عقدنامه یا هر چیز دیگه اسمش گذاشته میشن کاملا اعمال بشه و جلوی این معامله‌گری، جلوی این خفت دادن به زن و تحقیر زن رو به مثابه یک انسان گرفته بشه و دولت در این زمینه متعهد بشه، متعهد بشه و در این حال در کنارش سایر سنن کثیف اسلامی از جمله صیغه، از جمله تعدد زوجات باید ممنوع اعلام بشه. صیغه فحشای سازمان یافته است و همونطوری که آقای پاشایی هم اشاره میکردن، فحشایی که دلال این فحشا آخونده و به اصطلاح خداییه که باید بهش مالیات داده بشه تا به اصطلاح آب تطهیر بر این فحشای سازمان یافته که از قدمت تاریخ وجود داشته صورت بگیره و پاشیده بشه. این مناسبات رو باید در هم شکست و این حرکت ازدواج سفید پروسه‌ای برای این در هم شکستن مناسبات عقب مانده و ارتجایی و مذهبی در رابطه با خانواده است. شما اشاره کردیم به قدیمی ترین کار جهان و یکی از قدیمی ترین بیزنس های دنیا فحشاست که از بد به حساب خلقت بشری به حساب وجود داشته و آخوندها دقیقاً با شامه تیزی که دارن این بیزنس رو خیلی زود شناختن و خیلی سریع به حساب سعی کردن که این بیزنس رو دقیقاً تشکیلاتیش کنن، سازماندهیش کنن، منظمش کنن و در اختیار خودشون قرار بدن.
یعنی یک بیزینسی است که در همه کشورهای دنیا بدون استثنا فقیر و غنی از بعد تاریخ وجود داشته و به طور روش معامله میشده، روش انجام میشده به دلایل مختلف. و میگم آخوندها با اون شامه تیزشون پنجره انداختن روی بهترین جای دنیا، بیزینس تسلط و بیزینس هم بغل هم خوابیدن. هر کی میخواد بغل کی بخوابه پولشو بده من بره کارشو انجام بده. خب اشاره که هر کسی یه جور نون میخوره، اونها هم بالاخره تصمیمشون گرفتن که نونشون رو از این راه بخورن، ان شاء الله مبارکشون باشه. ولی ما یادمون نره در قرون در تمام اعصار به حساب بشریت از 5 میلیون سال پیش به این طرف همیشه مرد به دلیل زور بازوش و به دلیل به حساب جسه بدنی قوی تری که داشته میتونسته به حساب در حقیقت وسیله امرار معاش خونه رو تهیه کنه، وسیله باشه برای تهیه آذوقه، وسیله باشه برای تهیه امنیت. به همین دلیل این زور بازو و این جسه به حساب بزرگتر مرد در نظر بدنی این تسلط رو بر زن به حسابش ایجاد میکرده که زن همیشه محتاج بوده است که یک مرد ازش حمایت کنه. با دنیای مدرن، با آمدن صنعت به جهان، با صنعتی شدن دنیا، یواش یواش مرد این برتری خودش رو از دست میده. بلکه در دنیای صنعتی با آمدن نظم و قانون دیگه لزوم نداره شما حتما در منزل یک مرد با شمشیر و تفنگ داشته باشین که از شما حفاظت کنه. قانون هست شما حفاظت میکنه. کارم به حساب در دنیای صنعتی بود دیگه فقط کشاورزی و دامداری و جنگیدن و رفتن به حساب سر مخالف و بریدن و پولش رو آوردن نیست. امروز دیگه میتونن مردم با کارهایی که در دنیای صنعتی میکنن زندگی خودشو تامین میکنن. برای همین اون قوانین گذشته عوض شده است و زن دیگه اون استقلال خودش رو در جامعه به دست آورده و این بسیار بسیار باعث خوشحالی است که نیمی از دنیا تونستن به حساب در این دنیای به حساب صنعتی مستقل بشن، رو پای خودشون بایستن، دیگه به یک مرد قلچماق قلدری به حساب احتیاج ندارن که از اونها حفاظت کنه، از اونها محافظت کنه و در ازای محافظت اینا بردگی یا به حساب در حقیقت خفت و مرد رو بپذیرن. حالا دیگه مردم مجبورن با همدیگه با مساوات زندگی کنن. ولی این چیزیست که من ببینم آخوندها به هیچ عنوان نمیخوان بپذیرن، یعنی اصلا حاضر نیستن زیر بار این دنیای مدرن برن، زیر بار اتفاق دنیای تازه برن. همچنان فکر میکنن که زمان حضرت محمد است، مرد میاد و شمشیر میزنه و پنج تا کنیز میگیره و میاد تو خونه و بعد به قول اون آقای آخوند در یوتیوب آقای جوادی میگفتن به قول حساب رو شطور هم باید به حساب در راه برگشتن میدان جنگ رو شطور هم کارشون انجام بدن و تا برسن به منزل دیگه بخواد به وسط کار بیکار نباشن. هنوز متاسفانه شما ما میخندیم بعضی ها ما، ولی حقیقتا اینها هنوز دنیا رو اینجوری میبینن، هنوز خودشون رو در اون چهارچوب در اون قالب فکری میبینن که زن رو با این اوصاف در موردش صحبت کنن و در موردش حرف بزنن. و برای من باعث شرمه که میبینم در اون جایی که این مردک صحبت میکنه بسیاری مردها و زنها نشستن بعد قهقه میزنن، این میخنده، اونی که من شادی میکنه که به آقا مثلا چه اکتشافی کردن، چه نکته‌ای گفتن که رو شطور هم بعدی همچه کاری انجام بشه. واقعا باید، ولی خوشبختانه نسل جوان نه تنها در ایران، در همه جا با خودشون رو دارن مدرن میکنن، خودشو دارن امروزی میکنن. میبینیم که دختران جوان بسیار خوب در جهان میدرخشن، به خصوص دختران جوان ایرانی بسیار خوب میدرخشن در عرصه های صنعتی، در عرصه های تکنولوژی، در عرصه های علمی و هیچ چیزی از مرد ایرانی کم ندارن. خانم ایرانی که چند وقت پیش بزرگترین جایزه نوبل ریاضیات رو در حقیقت برد در جهان برد و نشون داد که به حساب اصلا فرقی بین مرد و زن نیست و اون کسانی که هنوز فکر میکنن مرد و زن با هم فرق دارن اونا در قرن گذشته در قرن های گذشته زندگی میکنن و نتونستن دنیای جدید رو بفهمن. و این بسیار برای من وقتی من چنین زنانی در زنان ایرانی رو میبینم که این چنین میدرخشن و کم هم نیستن. شما اگر یک تحقیق خیلی ساده در روی اینترنت بکنید، دور 20 دقیقه به قول معروف بزنید، به راحتی میتونید مثلا 20 تا از این زنان ایرانی رو گیر بیاری که بسیار در دنیای صنعتی آزاد و مدرنی که از خارج از ایران هست درخشیدن، جاشون بازه، مدیران به حساب شرکت های مالتی میلیون دلاری هستن و به راحتی به حساب این تکنولوژی جهانی رو هندل میکنن و راه میبرن. و من واقعا تاسف هست که بعد یک آخوند در ایران بخواد برای اینها تعیین کنه که تو چجوری زندگی کن، با کی زندگی کن، چجوری من بگم بیا برو تو اتاق و یا نرو تو اتاق. من این بسیار باعث خوشحالی است که جوانان زیر بار چنین حرفی نمیره و نخواهند رفت. به نظرم پدیده ای که باید بریم برای راجبش صحبت میکنیم ازدواج سفید رو در مقابل پدیده ای که موجود و جاری و گسترده هست باید قرار داد و اسمی براش گذاشت.
و اگر به نظرم از اسمی بخوایم بذاریم، شاید از در مقابل ازدواج سفید بعد بگیم ازدواج سیاه، ازدواج سیاه اسلامی، و این دوتا رو ویژگی ها و مختصاتش رو مقایسه کنیم. و مسلما انتخاب با جامعه است و انتخاب با مردم، اما نسل جوان داره انتخاب خودش رو میکنه. ازدواج سفید ازدواجی بر مبنای توافق طرفین، زندگی مشترکیه که بر مبنای توافق طرفین صورت میگیره. ازدواج سیاه، ازدواج اسلامی، ازدواجیه که دختر زن رو متعهد میکنه، پایبند میکنه، حداقل در صورت ظاهر پایبند میکنه نسبت به اینکه به تملک مرد در میاد، کالای مرد میشه و یک نوع مالکیت، که این مالکیت، نوع مالکیت در جامعه امروزی به یک نوع مالکیت انحصاری ارتقا پیدا کرده و ویژگیش است. در ازدواج سفید زن و مرد دو انسانن، انسان برابر، میگم در چه عرصه‌هایی و در تمامی عرصه‌ها و در تمامی شون. اما در ازدواج سیاه زن نصف مرده، زن ابزار، کنیز، کالای مرده و به اصطلاح وسیله‌ای برای کشزار مرد است. و اگر نگاه بکنید در سنت اسلامی، از علی گرفته، محمد گرفته، از زن به مثابه کشزار انسان ها صحبت کردن، کسانی که به اصطلاح باید بارور بشن و به فرزندان مرد رو به اصطلاح به دنیا بیارن و غیره. در ازدواج سفید زن و مرد مشترکن در امورات زندگی، در امورات اقتصاد زندگی، در امورات سرپرستی فرزندان غیره دخالت میکنن، صاحب حقوق برابر هستن. اما در ازدواج سیاه، در ازدواج اسلامی، این مرده که تعیین کننده است. مثلا یکی از نمونه ها نام خانوادگی فرزندان هست. رسم بر اینه که در خانواده نام خانواده مرد بر روی فرزند گذاشته میشه. چرا؟ آیا طبیعتی در این پدیده موجود هست؟ آیا ویژگی خاصی در این نوع نامگذاری موجود هست؟ هیچ وقت. فقط مرد سالاری موجود در جامعه و سنت‌های عقب مانده و ارتجاعی مرد سالارانه که هویت فرزندان رو با هویت مرد مقایسه، اصطلاح تداعی میکنن و صفات خانوادگی رو از خانواده مرد میگیرن. این سنت رو هم باید در هم شکست. نام خانوادگی فرزندان میتونه بر مبنای توافق مشترک زن و مرد که زندگی مشترکی دارن، یا نام خانوادگی مرد باشه یا نام خانوادگی زن باشه. و به نظرم دیفالت اون چیز اولیه رو باید عوض کرد. اگر توافقی وجود نداشت، نام خانوادگی زن بر نام خانوادگی فرزندان گذاشته بشه و کلن تمام این مناسبات رو در هم شکست. میبینیم که یه نوع پدیده جدیدی داره شکل میگیره. آخونده اومدن، حکومت ارتجاع اسلامی اومده ورود زنان رو به ورزشگاه ها ممنوع میکنه، در مقابل یک یورش عظیم جامعه مواجه هست که میخواد درهای استادیوم ها رو بشکنه و وارد بشه. مقاومت میکنه ارتجاع اسلامی، سپاه، بسیج، غیره. از اون طرف میبینیم که پایه های سنت اسلامی در خانواده رو با ازدواج سفید دارن در هم میشکنن و مثل سیلی میمونه که داره این سنت رو به اصطلاح جارو میکنه و میره جلو و غیره. این پدیده امروز یک انتخاب در مقابل جامعه، حرکت نوعی ازدواج سفید، پویا، رشدیابنده، شکوفا، مختصات و ویژگی های انسانی داره. عشق و علاقه و محبت و نیازهای عاطفی رو به جای معامله‌گری، به جای شیربها، به جای نابرابری میذاره، برابری رو میذاره در مقابل نابرابری. ما به استقبال این پدیده میریم. حالا من یاد چند موضوع بودم، هی در با خودم سبک تنگی میکردم بگم یا نگم. به خاطر وقت شما وارد این بحث آخرتون شدین. این کتابی که در ایران امروز فشار میارن به بچه‌ها که آقا نباید اینجوری رفتار کنی یا نباید چه فرمادان سپاه، چه خواجه‌هایی که مهر جای مهر تو پیشونیشون هست. ولی شما نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از دختران اینها یا پسرانشون که در اروپا با آمریکا زندگی میکنن، زندگی بسیار چیزی دارن، زندگی بسیار پر از آلوده‌ای دارن که در برابر بسیاری از این جوان‌ها اصلا قابل مقایسه نیست. همون کتابی که به حساب خودشون رو فرماندهان سپاه میبینن، خب ما میدونیم که تمام این اکثر اینها فرد دخترانشون و پسرانشون رو فرستادن به خارج کشور، یا خانم های اولشون رو فرستادن به خارج، خانم های سیغره نگهشتن در تهران پیش خودشون، چون دیگه خانم قبلیه یه سن شفته بالا بعد بیاد خارج کشور، و اینا در خارج بسیار 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 فاسدتر زندگی میکنن تا
بسیار از جوانهایی که از ایران به طور نرمال آمدن بیرون و دارن در خارج و خودشون درس میخونن و زندگی میکنن، درست است که انسان نمیخواد وارد زندگی خصوصی مردم بشه، نمیخواد از زندگی پرده بردار از زندگی خصوصی اینها، ولی نمیدونم واقعا دلیل چی میتونه باشه. من فکر کنم خیلی جالب بود میگه بش کافیه مرتبه که در بین اینها و در بین خانواده‌ان سران حکومت فساد تا بن دندانشون فرو رفته. من چون 4-5 ساعت اینها را میبینم در دور و بر میبینم و طریق کسانی که باشون در ارتباط هستن باشون میبینم چه کار میکنن، و بعد همینها در داخل به جوانایی که دارن به این سادگی یا با این صلابت میخوام در کنار هم باشن فشار میارن، تحت فشارشون قرار میدن، ممنوعشون میکنن، راهشون رو برای زندگی بهتر آینده میبندن و به ولی خودشون نمیتونن در داخل خودشون خانوادهشون رو به حساب در حقیقت جمع جور کنن. به پایان برنامه امشب نزدیکی، من قبل از اینکه برنامه تمام بشه یک سعی میکنم یه مروری بکنم. به نظرم ازدواج سفید یک ازدواج مترقی و انسانی امروزیه، ازدواج اسلامی، ازدواج سیاه یک پدیده عقب مونده و ارتجاعیه. زن و مرد درش نابرابر هستن، زن انسان فرودسته، تو سری خورده است، مایملک مرد حساب میشه. باید این مناسبات رو در هم شکست، باید در سطح قانون در جامعه هم در هم شکست. حکومت پس از جمهوری اسلامی، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی در یکی از عرصه ها، در این عرصه ها باید تماماً اسلام زدایی و مذهب زدایی و رنگ و بوی مذهب رو از ازدواج، زندگی مشترک و غیره کاملا قطع بکنه. دست مذهب رو در این عرصه هم همانند دست مذهب، کوتاه کردن دست مذهب از آموزش و پرورش، از قوانین قضایی در جامعه، از دولت باید کوتاه کرد. ازدواج یا ازدواج مشترک، زندگی مشترک تنها و تنها بر مبنای علاقه و عشق و عاطفه دو فرد میتونه صورت بگیره. هر نوع معامله‌گری رو باید در این مسئله از بین برد. باید برابری زن و مرد رو در تمامی شئون کاملا به رسمیت شناخت و ازدواج سفید گامی در این راه هستش. باید حق جدایی زن رو به رسمیت شناخت. باید مقررات عقب مانده ارتجاعی سنتی که به این جوان جامعه رو داره در خفقان میخواد نگه داره در هم شکست و یک نوع مناسبات پیشرو آزادی خواهانه و برابری طلبانه رو در جامعه مستقر کرد. ببینید یه اشاره به مسئله صیغه شد در اینجا. اول محروم میکنن، اول رابطه زن و مرد رو در جامعه، زن و مرد بالغ رو غیر مجاز قلمداد میکنن، بعد صیغه رو میارن وسط که آخوند بتونه ازش مالیات بگیره و ظاهرا خدایی که در آسمان ها هست میتونن با مالیات دادن و یه مقداری پول بهش دادن راضیش بکنن که حالا شما به این رابطه به اصطلاح رضایت بدید. این کثیف‌ترین نوع معامله است، کثیف‌ترین نوع فحشاست که باید سازمانش رو، که همین سازمان اسلامی هم هست، هر روز براش دارن به اصطلاح تبلیغ میکنن و اگر به آگهی‌های اینها نگاه کنید میبینید که در پیرامون به اصطلاح زیارتگاه‌ها تماما اوراق تبلیغی که پخش میشه بخش وسیعش در این زمینه هست. این مسئله رو باید یک بار برای همیشه نقطه اختتامی روش گذاشت. این جنبش عظیمی که داره راه میفته، ازدواج سفید، یکی از عرصه‌های جنبش ترقی خواهی، آزادی خواهی و برابری طلبی در جامعه هست که باید به استقبالش رفت و گسترده ترش کرد. شما که میفرمایید من در همین بسیاری از محل‌های مذهبی که معمولاً هم به حساب در اطرافش فقیرترین بخش مردم زندگی میکنن همین آگهی‌ها رو پخش میکنن و حاج آقا در اون آگهی‌ها من چون چند چیز دیدم به رسمیت از خانم‌ها میخواد که شما اگر به حساب چیز هستی تشریف بیارید اینجا، ما برای شما مردانی داریم که به تا خاطر با شما همبستر بشن و صیغه کنن شما رو، حالا صیغه رو بگید همبستری نمیگید، صیغه کنن و به شما مثلا فلان مقدار پول بدن، بعد تعیین میکنه که دختران مثلا فلان سال تا فلان سال اینقدر، دختران به اونقدر تا اونقدر، مثلا مبلغ رو تعیین میکنه خود حاج آقا و این دقیقا در مناطق پخش میکنن که فقر مالی وجود داره، فقر مالی وجود داره، آخوند به اون حالت به حساب رسمیت میده، نامش نام بدی دیگر نیست چون آخوند به حساب مذهب اونو اوکی کردن و طبیعتا شما میبینید آهسته آهسته آخوند در میان مناطق فقیر نشین برای خودش کسب و کار را میندازه، زنها رو به طرف فساد سوق میده، زنها رو به طرف فساد تشویق میکنه، سعی میکنه نام بد فاحشگری رو عروش برداره و روش نام صیغه بگذاره، حالت مسیحی بهش بده و حتی به اون حالت روحانی بده، میگه خیلی هم کار خوبی در راه خدا توی کار انجام میدی، در راه
دوازده امام کار انجام میدید و هر چی که میتونه و این کاری که در بسیار جاها ناسالم است در اندیشه و فکر یک دختر بی بضاعت کم درآمد بسیار کار خوبی جلوه میده و متاسفانه دختر یه روزی به خودش میاد میده زندگیش در این راه تباه شده، زندگیش در این راه به این رفته ولی منفعت رو فقط آخوند محل بر جیب گذاشته و تشویشو برده. این باعث تأسف واقعا. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب خط آتش رسیدیم. تا برنامه آینده امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید. موفق و پیروز باشید.